سلام عزیزان امیدوارم که حالتون عالی باشه من عیوب کمره ای هستم و با دوره آموزش ساخت بازی موبایل در خدمتتونم البته بازی که میسازیم با یونیتی میسازیم ولی میتونید خروجی iOS و اندروید رو با هم بگیرید که ما تو این دوره آموزش خروجی اندروید رو میدیم که iOS رو چون من نمیتونم اکانت دیولوپر و اینها ندارم تست نمیتونیم بکنیم دیگه خب یه سری توضیحات میخواستم بهتون بدم بچه ها قبل از اینکه بخواید دوره رو استارت بزنید که نگید دیگه همینجوری دوره رو گرفتیم ما نفهمیدیم چی شد و فلان و از این حرفا خب ببینید دوستان پیشنهاد میکنم برای دوستانی که میخوان تو دو دوره شرکت کنن یک سری مسائل پایه‌ای از سی شارپ بلد باشند اوکی و یونیتی رو هم باهاش کار کرده باشند اوکی okay. چرا چون که کد زیاد داره این آموزش البته یه پرانتز باز میکنم یه پرانتز بزرگ چون یکم زیاد میخوام حرف بزنم تو پرانتزه ببینید مسئله این نیست که حالا کسانی که اینو نمیدونن سی شارپ نمیدونن اصلا نمیدونن همون مسئله پایه کمی که گفتم اونم نمیدونن دیگه به دردشون نمیخوره این دوره یا نه نه مسئله این نیست مسئله اینه که اگه میخواید راحت یاد بگیرید دوره رو باید این کارو بکنید ولی بذارید یه چیزی دیگه هم تو همون پرانتز یه پرانتز دیگه باز کنیم یه مورد دیگه بهتون بگم این چیزی که من میگم پیشنهاد نیست نسخه است باور کنید ببینید دوستان برنامه نویسی توی محیط بازی سازی با برنامه نویسی اندروید و برنامه نویسی آیویس و برنامه نویسی سیستم و حالا منظورم ویندوز و لینوکس و اینها متفاوته بچه ها. چرا متفاوته؟ چون شیوهی که ما اینجا کد میزنیم یه ذره, مت... یه ذره یعنی چند درصد سی چل درصد خب ولی همون سی چل درصد اگه بخوایم واقع... وقتی که بیاد حالا ببینید که چطوره اگه بخواد خودتون دیگه اون رو بگید واقعا چقدر فرق بوده میتونید بگید صد درصد فرق میکنه حالا الان اینا رو نمیگم که زیاد گیج نشید من مسئله اصلی رو بپردازم بهش اینم یه پرانتز دیگه بود تو همون پرانتز باشه برگردیم به پرانتز قبلیه خب ببینید بچه ها. من این رو میگم که به نظرم کسانی که میخوان برنامه نویسی یاد بگیرن حالا برای بازی سازی حالا چه سی پلاس پلاس که بخواد با آنریل کار کنه چه سی شارپ که بخواد با یونیتی کار کنه و چه لوا مثلا که بخواد کور انجین کار کنه یا هر کدوم از اینها پیشنهاد من اینه که بچه ها حتما دوره های پروژه محور رو ببینید حتی اگر سی شارپ بلد نیستید هیچ اشکالی نداره چرا باید ببینید وقتی شما توی دوره پروژه محور مثل همین دوره حالا هر دوره دیگه نگو تبلیغ دوره رو میکنه هر دوره دیگه این پیشنهاد از طرف منه که بهش گفتم نسخه ولی خب من هی میگم پیشنهاد که حالا چیزی چیزی به وجود نیاد که بالاخره بد برداشت کنید بچه ها عرضم بزرگتون که شما حالا به نفعتونه حتما توی دوره های پروژه محور شرکت کنید خب توی دوره پروژه محور شرکت کردن چه کمکی میکنه چون که بچه اکثر کاری که ما داریم میکنیم اینجا یه یعنی دو حالته یه حالت شماتیک داره و یه حالتی هم داره که بالاخره هیچی نمیبینیم اینو نمیتونم خیلی واضح بگم بهتون چرا چطوره اینها حالا اینو کاری نداریم بریم رو همون حالتی ادامه صحبتام ببینید وقتی که یعنی وقتیش حالت شماتیک داره یعنی شما مثال رو میبینید مثلا من اینجا متد تعریف میکنم میبینی متد چیه وقتی من متغیر می, می متغیر چیه مثال داری تو ذهنت از متغیر مثال عینی برای ساخت بازی داری یعنی وقتی که مثلا بری اگه خود سی شارپ یاد بگیری بهت بگن آقا اینجوری متد فلان مثال این متغیر این فلان این اینجوری حالا همه اینها رو بدونی برای خود بازی مثالی به ذهنت نمیرسه یا خیلی سخته یعنی دوباره باید بیای تو یونیتی بشینی آموزش های یونیتی رو نگاه کنی دوباره همون مسیر از اول این بار که حالا اوکی حالا یه ذره راحت تر یاد میگیری دوره رو. این امتیاز رو داره بله اگه سی شارپ بلد باشی ولی کلی دردسر کشیدی قبلش درسته ولی اگه بخوایم بچه ها مسیر رو کوتاهتر کنیم یعنی اگه بخوایم یک ساله بشیم متخصص بازی های مثال بازی های موبایل حالا دو بعدی به خصوص به خصوص دو بعدی پیشنهاد من اینه که بچه ها از آموزش های پروژه محور شروع کنید حتی اگه هیچی سی شارپ نمیدونید پس من اینجا چیکارم شما میاد از من میپرسید کدها رو مینویسی بعد اگه متوجه نشدی از توضیح من که آقا این چی بوده دوباره تو پشتیبانی باید از من بپرسی ببین فرق برنامه نویسی اینجا توی بازی سازی به خصوص و حالا کارهای دیگه نه فقط برنامه نویسی جای دیگه کارهای دیگه اینه که اصل قضیه سوال پرسیدنه شما به اون اندازه‌ای که بچه‌ها سوال میپرسید پیشرفت میکنید نه به اون اندازه‌ای که مدرس فقط توضیح میده من سری چیزهایی که رب داره به این بازی رو توضیح میدم شما ممکنه یه سوال دیگه برات به وجود بیاد به همون متد مثال میزنم متد یا به همون کار اون کدی که من نوشتم رب داره و اون سوال رو میپرسی من به جواب میدم میگم مثلا این کارو بکن یا بهت میگم بری سرچ کنی باورت نمیشه برو سرچ کن میگه یکی از بچه ها زیاد حرف نمیزنم راجع که شر نشه خب ببینید پس چیکار میکنید سعی میکنید بچه توی دوره های پروژه محور شرکت کنید که مثالهای عینی رو داشته باشید و وقتی میری متد تعریف کردن مثلا اصولش رو یاد میگیری چطوری که قطعا تو این دوره هم یاد میگیری تو اگه بگذرونید کل دوران حالا یک مثال متد تعریف کردن مثال از هر چیزی که مثلا یادگیریش برات سخته خب اونو یاد میگیری مثال برای بازیسازی هم داری همزمان تو ذهنت چقدر ببین بهت کمک میکنه یعنی اگه اول قراره بری سی شارپ رو یاد بگیری هفتش ما وقت بذاری روی سی شارپ بعد بری سراغ یونیتی دوباره هفتش ما وقت بذاری حدود دو سال میشه دیگه ولی چیزی که من دارم بهتون میگم یک سال است واقعا یک سال به اون تخصص خواهی رسید اگه این مسیر رو بری اوکی و گفتم باید از من سوال بپرسید بچه ها میدونی اصل قضیه سوال پرسیدن شماست یعنی اگر من ببینم کسی ببینی توی کامنت های حالا پایین دوره بنویس دوره خوبی بود بازی خوبی ساختیم فلان اسمشو دارم میبینم دیگه تو پنل منتورم هم دارم میبینم سوال پرسیده یا نه واقعا میگم اگه سوال نپرسیده باشه من میگم هیچی از این دوره یاد نگرفته بجز کپی پیس کردن خیلی مهمه بچه ها سوال پرسیدن این قسمت رو من گرفتم که هم بدونید با چی طرفید و هم بدونید آیندهتون چطور میشه اگه اونجوری که من میگم برید شک نکنید بچه یک ساله متخصص ساخت بازی موبایل با یونیتی البته کاری با چیزای دیگه ندارم با یونیتی قطعا خواهید شد شک نکنید و و یه چیز دیگه اون برو سرچ کن شوخی شو کردم قطع شد سرچ کردن بچه ها. مثلا می نویسی اد ای یعنی چی به اضافه مساوی خب در سی شارپ چه چج... جوریه نمیدونم فلانی چه جوریه چه همه اینا خب این سرچ کردن ها هم مهمه من مثلا شاید بهتون یه کتاب معرفی کنم راجبه حالا مسائل معرفی بکنم بالاخره همه اینها هست بچا من توی, پن... توی پشتیبانی فقط این نیست که شما سوال بپرسید راجبه به فقط فقط همین آموزش میتونید راجع به بازی سازی کلا بپرسید اوکی پس خودتون رو محدود نکنید راجع به بازی سازی سی شارپ توی یونیتی بیشتر میخواید یه چیزایی بدونید سوال راجع اون مسئله میپرسید ولی پیشنهاد میگم راجع همون مسائل دو بادی باشه دیگه نرید تو کد سه بودی. آقا کال اف دیوتی چه جوری ساخته میشه برای موبایل چه میدونم چی میدونستم خب میرفتم میساختم دیگه خب و هیچی دیگه تموم شد بزار بریم یه تست کنیم ببینیم چی ساختیم بچه ها اینجا لتس گو رو میزنم یه کلمه است میگه پیداش کن حدس میزنم مثلا میگم ایوب آه راستی ببینیم بک سپیس هم داره او یو این هم باید فعال شه بی ترای میزنم آه میگه ای داره ولی اه ای داخلش هست ولی ای جای درستی ننوشتی ولی بقیه حروف رو نداره میزنم ریحان البته بچه ریحان این وای که اینجا نداره ریحان وای باید داشته باشه دیگه این جریان داره تو دوره حالا متوجه میشید ترای عجب محمد نیست بچه ها محمد Try. بله سیکرت ورد محمد بوده امتیاز داد سکه هم داد ویدیو رو بزن عقب ببین سکه چقدر بود شد چقدر نکست رو میزنیم برمیگردیم دوباره از اول سکورمون شد 19 اینجا هم 36 حالا بقیه چیزا بک رو میزنم برمیگردم اینجا دیگه رو نمیگم باید تو دوره ببینید دیگه اینجا همه چیز اسپویل بشه که دیگه فایده نداره خیلی خوب بچه ها این توضیحاتو دادم بهتون که حتما بدونید اهمیت سوال پرسیدن چیه اینو یه بار دیگه میگم یکی بیاد بگه دوره خوبی بود سوال نپرسیده باشه من میگم یاد نگرفته بیاد بگه دوره بدی بود سوال نپرسیده باشه اینکه بیاد بگه منظورم کامنت های پایین ها کامنت بذاره مثلا بیاد بگه آقا دوره فلانی بود مثلا حالا خوب بود یا بد بود فورا من نگاه میکنم پنل منتور آره پس رضایت درست بوده اگه میبینم سوال پرسیده از من آقا کمره فلانو چیکار کنم فلانو چیکار کنم آره ایشون یاد گرفته ولی اگه فقط مثلا اومده دوره رو گذرونده کپی پیس کرده همون چیزایی که من بهش گفتم و بعید میدونم یاد گرفته باشه حالا چه کامنت خوبی باشه بچه چه کامنت بدی باشه من زیاد اهمیت نمیدم به همچین کامنتی که کسی تعریف کنه از دوره یا کسی بد دوره رو بگه ولی من خودم بدونم که اصلا نیومده از من چیزی بپرسه خب من به هر دو نوع کامنت واقعا توجه نشون نمیدم دوستتون دارم بچه ها. اصلا من همه رو دوست دارم و همه آدم ها رو دوست دارم ولی بازی سازا یه ذره مهمترن برا من و بچه امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید که آشنا هم شدید دیگه چقدر بیشتر از این میخواد براتون توضیح بدم و اینکه تمام بچه دوستتون دارم خدا نگهدار